امر نارنجی هسته طالبان در بامیان در یک درگیری خودکشی کشته شده است. اجساد تیرباران شده سه جوان در بامیان پیدا شد. انفجار در مرکز تخار پنج عضو طالبان و یک غیر نظامی کشته شدند. انفجار خونین در تپه کرد نو. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یک های دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نماییم تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. امر انرژی هسته طالبان در بامیان در یک درگیری خودکشی شد. منابع محلی در ولایت بامیان میگن که در پی درگیری خود طالبان در این ولایت امر انرژی هسته این گروه با یک نفر دیگر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. منابع به روزنامه اطلاعات روز گفت که این درگیری سوم روز پنجشنبه چهار اوت در آماریت انرژی هسته ای رخ داده است. هشت ساز تیرباران شده سه جوان در بامیان پیدا شد. منابع محلی در ولایت بامیان میگن که هشت ساز تیرباران شده سه جوان در نواحی مرزی ولسوالی های کهمرد و سیفان این ولایت پیدا شده است. یک منبع معتبر روز پنجشنبه چهار اوت به روزنامه اطلاعات روز گفت که این جوان محمد آصف محمد غنی و کریم نام دارد و باشنده روستای خوشداره ولسوالی سیغان بامیان بودند. به گفته من به محمد آصف و محمد غنی با هم برادر بودند و هفته گذشته همراه با کریم پس از صرف غذای چاشت در بازار ولسوالی کهمرد ناپدید شده بودند. و همچنان انفجار در مرکز تخار پنج عضو طالبان و یک غیر نظامی را کشتند. منابع در شهر طالقان و مرکز ولایت تخار میگن که در نتیجه یک انفجار در این شهر یک غیر نظامی و پنج عضو طالبان کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند. یکی از شاهدان عینی میگن که حوالی ساعت پنج عصر امروز پنجشنبه چهار اوت انفجار در جاده بندر سرای سنگ یک موتر هایلکس حامل اعضای طالبان را هدف قرار داده. به گفته این شاهد عینی، این موتر مربوط به نظام مدین نظام ولسوال طالبان برای خواجه بهاءالدین بوده است. و در اخیر انفجار خونین در تپه کارت نو. انفجار در استباد رسی طالبان در کابل جان یک فرمانده این گروه را گرفت. منابع با موج میگن صبح امروز در نتیجه انفجار در استباد رسی طالبان در منطقه سر تپه در کارت نو شهر کابل یک فرمانده طالبان به نام سمیع الله میوند کشته و دو تن دیگر زخمی برجا شده است. جبهه مقاومت مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.